پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا. بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با، بنگر که شده کرد تو بلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی بر. هموطنان عزیز سلام بر شما. در برنامه‌های ویژه ماه محرم 8 روز رو در تب و تاب و فراز و نشیب اردوی حسین علیه السلام با ما همراه بودید. حالا به 9 روز از ماه محرم و تاسوعای حسینی میرسیم. با آرزوی اینکه پیام حسین که قیام علیه ظالمان هست، همه بیداران جامعه ما رو به انجام مسئولیت خودشون در قبال مردم اسیر و میهن در زنجیر واقف‌تر کنه، برنامه رو آغاز می‌کنیم. ما وارثان پیام حسینیم، ما امتداد قیام حسینیم. از کربلا و رسیده به ایران مولا حسین جانم، مولا حسین جانم. فکنده بر شب تیره شراره، مولا حسین جانم، مولا حسین جانم. سقیفه دل ها با خون دیده یه لاله نوشتی، مولا حسین جانم، مولا حسین جانم. عهدی که با تو و خون تو باستیم، مولا حسین جانم، مولا حسین جانم. Thank you.
هیچ وقت این بن‌بست ها این بن‌بست های تاریخی هیچ وقت و در هیچ نقطه‌ای بدون قربانی گشوده نشده است. امام تصمیمش را گرفت تا اون ضربه مرگبار را بر پیکر نظم اموی فرود آورد. امام گفتم البته نمیخواست مفت بمیرد. امام به دنبال ایجاد یک انفجار بود، یک انفجاری که دامنه امواج آن تمام قلمرو اسلامی تحت سیطره یزید را فرا بگیرد و بلکه بیشتر و فراتر از آن در قلب تاریخ رهایی انسان بدود. امام دنبال چنین مرگ و چنین جنگ و چنین حادثه‌ای بود. بنابراین تصمیم گرفت تا از مدینه خارج شود، تمام خاندان و یاران خیش را بسیج کرد، آماده خروج. تصمیم به یک حرکت و هجرت افشاگرانه. پیش از این که جنبش به آن نقطه اوج خودش برسد، پیش از این که جنبش به روز عاشورا برسد، باید تمام افشاگری ها، تمام کارهای سیاسی و تمام تبلیغات به عمل آید تا حد اکثر بهره برداری بر علیه نظم یزید از آن اقدام بشود. اینجا چیزهای بدی و جدیدی پیش آمدند و به خصوص از آن جهت که ما امروز بر میهنمون در شرایطی انقلابی قرار گرفته ایم، باید از نقطه به نقطه این سرگذشته ها درس بگیریم. مگر نه اینکه حسین پیشوای ماست، مگر نه این است که ما وارث حسینیم. پس امیدوارم رنج باز چند دقیقه یا یک ساعتی را هم تحمل کنید. به هر حال اینجا چه چیزی اتفاق افتاد؟ همه فهمیدند که امام عازم حرکت است. از این بر اون بر عده‌ای آمدند، نصیحتگران آمدند که امام را نصیحت کنند که این کار را نکن. برادرش محمد ابن حنفیه اومد، پیر مردی بود، آمد تا جلو امام را بگیرد. دیگران آمدند که این کار را نکن، راه های مختلفی بهش نشان دادن، برو یه جای امنی، برو در یمن. امام به همه جواب رد داد، گفت عازم حرکت به مکه هستم. عمر ابن علی آمد پیش امام که ای حسین کشته خواهی شد. امام فرمود آیا گمان میکنی چیزی را که تو میدانی من نمیدانم؟ به امام گفتند خب تو هم از بیراهه برو. عبدالله ابن زبیر از بیراهه از مدینه خارج شده بود، رفته بود. امام گفت از راه خواهم رفت. حرکت آغاز شد. در راه قاعدتاً در راه مکه از اطراف و اکناف کسانی می آمدند، به امام برخورد می کردند و امام روی آنها کار توضیحی می کرد، مسائل را برایشون می شکافت و از تصمیم خود را با آنها در میان گذاشت و بدین نحو امام به مدت 3 ماه در مکه توقف کرد. مکه هم باز کانونی بود که از اکداف و اکناف قلمرو اسلامی به آنجا می آمدند. بنابراین از اینجا امام بذر آگاهی می پراکند در تمام نقاط قلمرو اسلامی. یزید را افشا می کرد، نظم یزید را و فساد اون را برملا می کرد. در این زمان
عراق، کوفه به خصوص، یک کانون شورشی بود. کوفه پایتخت امام علی بود و هم در اثر کارهای امام حسن و هم اینکه مردم محروم در اثر فعل و فعالاتی که از زمان عثمان شروع شده بود در عراق و کوفه گرد آمده بودند، همیشه کانون نارضایتی ها و ناراضی ها بود. وقتی مردم کوفه از آهنگ امام باخبر شدند، به شور و شوق آمدند، به امام نامه ها نوشتند، انجمن ها کردند و امام را به سوی خود فرا خواندند، آماده قیام و شورش بر علیه یزید شدند. و از این طرف امام در مکه کارهای افشاگرانه خود را ادامه میداد و خط جنبش را پیگیری میکرد. یزید وحشت زده از اقدامات حسین از در دیگری وارد شد. نامه‌ای به ابن عباس نوشت و ملتمسانه از او تقاضا کرد که جای اقدامات حسین را بگیرد. یزید الان ابتکار عمل را از دست داده و بیچاره شده بود، دیگر نمیدانست چه کار بکند. حسین امام مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا مسلم ببیند در اونجا چه خبر است. مسلم رفت در کوفه. از وقتی مسلم به آنجا وارد شد تا وقتی که در کوفه شهید شد، یک داستان بسیار شورانگیزی در اونجا گذشته است که اینجا مجال گفتنش نیست، وقت تنگ است، در کتابا حتما بخوانید. از این طرف یزید یک حاکم سفاک و دیکتاتور را برای کوفه گماشت تا شورش را در اونجا بخواباند. ابن زیاد را فرستاد کوفه. ابن زیاد بلافاصله اقداماتی را شروع کرد، یک نظم پلیسی سفت و سخت برقرار کرد و تا می توانست سران و بزرگان قبایل و طوایف را چه با تطمیع چه با تهدید خرید و به خود جذب کرد. مسلم در کوفه کشته شد. پیرمردی خانی نام که مسلم را در خانه خود پناه داده بود در آنجا کشته شد. داستان‌های عجیبی دارند. به هر حال امام در روز هشتم ذی‌الحجه از مکه خارج شد، بعد از 3 ماه به قصد کوفه، به قصد عراق. حج را نیمه تمام گذاشت امام، و باز این هم چیز عجیبی بود. حج را نیمه تمام گذاشتن چرا؟ خب حج جزء شعائر مقدس اسلامی است، لابد از نظر عناصر قشری، اونهایی که فقط اشکال را میبینند و در بند صورتند، این چیز توجیه ناپذیری است. ولی اینها تلقیشون از حیات انسان و فلسفه حیات انسان با اون چی که امام داشت 2 چیز متفاوت بود. اینها حیات انسان را در چه می دیدند و امام فلسفه حیات بشر را چه می دانست؟ در متن نگرش توحیدی، در متن جهانبینی توحیدی، در متن فلسفه از وجود که امام سراغ داشت، حیات انسان را هم طور دیگری می دید. از نظر امام حیات واقعی انسان چیزی است که در اجابت انبیا، در اجابت خدا حاصل می شود. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول را وقتی که می خوانند شما را، به چیزی که شما را زنده می کند. زندگی اونجاست، نه در تن دادن به نظم یزیدی، این که زندگی نیست. در تحت سلطه یزید زیستن که زندگی نیست، این یک نفس کشیدن و یک فعل و فعال حیاتی است که هر حیوانی نیز آن را دارد.
ولی زندگی انسان چیز فراتری است. امام به یک زندگی نظر دوخته بود که صرفاً به حیات طیبه‌ای نظر دوخته بود که صرفاً در راه مبارزه با موانع راه کمال انسان به دست بیامد، در راه برداشتن صد کمال انسان. اینها همه البته الهام و برداشت و دریافت از قرآن است. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. کسی که عمل صالح کند، عمل صالح چیه؟ یعنی همون کار اصلی، همون مبارزه در جبهه اصلی، همون یورش بردن به مانع اصلی. کسی که این کار را بکند و بدین کار مؤمن باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما او را از حیات طیبه برخوردار میکنیم. حیات از نظر امام این بود. امام حیات انسان را نه در مرحله محدود و موقت زندگی دنیایی، بلکه آن را چیزی فراتر و چیزی ابدی میدید که دست یافتن به آن جز با عبور از دروازه شهادت ممکن نبود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بنابراین در دیدگاه امام زندگی با اون چی که اون نصیحتگران میپنداشتند فرق کیفی داشت. در دیدگاه امام حیات طیبه انسان در رهایی، در رهایی از نظم یزیدی و از هر چه پلیدی است، در اون حاصل و خلاصه میشد. اما اینها هند اکثر عناصر صادقی بودند که با عبادت زاهد معابانه خود را راضی کرده بودند که گوشه بشینند و به عبادت خدا مشغول شوند و حالا یزید هر غلطی که میخواهد بکند. آیا این عبادت؟ این هم یکی از اون مظاهر انحطاطی است که جامعه وقتی دوچارش میشود بروز میکند. در دیدگاه حسین هم انسان اصلا برای عبادت خلق شده و ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون، ولی حسین از عبادت تلقی دیگری دارد. عبادت خطش از کربلا می گذرد نه در کنج عزلت. عبادت خطش از مبارزه و جهاد اجتماعی می گذرد نه در گوشه خلوت. حسین علیه السلام کیست؟ معلم بزرگ آزادگی و فدا، آموزگار عشق و جانبازی، معلم ایستادگی تا به آخر بر سر عهد و پیمان. در مکتب حسین علیه السلام است که سرداران عاشورا، همان الگوهای فدا و پرچمداران آزادی بشر تربیت یافتند و پرده های زیبای عاشورا رو ترسیم کردند و چنین حماسه ای رو در تاریخ بلند آوازه کردند. اینها همون برجستگان تاریخ بودند: حبیب ابن مظاهر، وهب، زهیر، مسلم ابن عقیل، حر ابن ریاحی و ابوالفضل العباس. ولی در روزهای اوج حماسه کربلا به اونها می رسیم که قله‌های وفا و فدا رو فتح کردند.
ام وهب نامی است آشنا میان توده های مردم ما، که ایمان حماسی او در شیفتگان حسین علیه السلام به ضرب المثل و مثالی گفتنی تبدیل شده است، کلامی که خود نمادی از یک حقیقت است و همچون نام های والایی چون امام حسین و عاشورا و حضرت عباس خود تمامت معنایی غنی را حامل است. ام وهب که نام او قمر است، چند روز قبل از واقعه عاشورا در کوفه گروهی نظامی را دید که از میان نخلستان می گذشتند. چون سبب را جویا شد گفتند برای جنگ با حسین ابن علی می روند. ام وهب گفت به خدا که هموار حضور و شهادت در پیشگاه امام و مقتدایم را آرزو داشتم. امید دارم خداوند مرا نیز سعادت و ثواب پیکار در راه پیشوایم حسین ابن علی را عطا فرماید. آنگاه آنچه دیده و شنیده بود را با همسر و فرزندش در میان گذاشت. آنان با وی همراه شدند که هیچ راهی برای رضایت خداوند جز یاری رساندن به رهبری برگزیده او نیست. شبانه از بیراه از کوفه بیرون آمده و خود را به اردوی حسین رساندند. آن شب 8 محرم بود. صبح عاشورا عبدالله ابن عمیر مردی سیه چرده، بلند قامت، ستبر بازو و فراخ چشم برای نبرد سر از پا نمی شناخت و با این شور به خاک پای حسین ابن علی علیه السلام روانه شد و گفت ای ابا عبدالله، رحمت خدا بر تو باد، فرمان جنگ می خواهم. امام حسین علیه السلام که وی را چندین به وجد دید فرمود به گمانم برای حریفان هماوردی کشنده ای. عبدالله به سوی دشمن شتافت و در نبردی بیباک و جان برکف دشمن را به هزیمت واداشت تا بدانجا که برانچه از کوفه در آرزو داشت رسید و به پیشگاه ساقی کوثر فرود آمد. ام وهب همه را نظارگر بود. او نیز با شیفتگی بیتابی می کرد تا جوان خیش نیز به میدان رزم فرستد. وهب ابن عبدالله کلبی 25 سال سن داشت، خوشروی و نیک خوی، پرهیزکار و مؤمن بود و هیچ کم نداشت. وهب به میدان شتافت، شجاعت بیمانند از خود نشان داد به طرزی که دشمن از زخم او از هر سو گریزان گردید. آنگاه به سوی مادرش قمر بازگشت و گفت آیا حال از من راضی شدی؟ ام وهب پسر را پاسخ داد آنگاه از تو خوشنود خواهم شد که بر پیمانت با مقتدایم با خاک در خون خیش خفته باشی. به میدان بازگرد و در رکاب فرزند رسول خدا آنچنان به جنگ که از شفاعت پیامبر خدا برخوردار شدی. وهب بی سخنی پرشتاب بازگشت، آنچنان که با 19 سوار و 12 پیاده یک جا درآویخت. 10 زخم بر او و بر جنگ بی امانش هیچ نبود تا در زمره شهیدان حمله نخست عاشورا درآمد. پس از فروکش کردن گرد و غبار، ام وهب از خیمه بیرون آمد و بالای سر پسر نشست تا خاک از چهره وی پاک نماید. در آن حال می گفت بهشت بر تو مبارک باد، چه خوب سرنوشتیست پیش پای حسین سرور عالمیان به خون خفتن. شمر ابن زلجوشن که شاهد صحنه بود به غلامش گفت با عمود نیزه بروی بکوب و با ضربه نابکارترین شریران
فرق ام وهب شکافت. او نخستین بانوی بود که در کربلا به شهادت رسید و چه قیمتی بالاتر از نامی که ثبت فهرست کربلا شد و در خاک پای نام حسین علیه السلام زیور هر دفتر گردید. مادر وهب که ارزش مثال یافت در آخرین کلامی که بر لب راند سرود، ستایش خدایی راست که سرفرازی را نصیب من ساخت و چشمان من را به شهادت در رکاب امام علیه السلام روشن کرد. گواهی می دهم که یهود و نصارا و مجوس در کنیسه و آتش خانه های خود از این قوم ظالم و حاکمان دین فروش برترند. کشتن این نفت میکوشم وگر مستان خون از پیکر این خلق مینوشم. به غمهای هزاران ساله ایران زمین سویم که در من خونت رمز وفا و رز میجوشد. علم دارم علم دارم توی سردار حماسه آموزنده کربلا تنها به سرداران و شهیدانش ختم نمیشه.
یکی دیگه از نکته های آموزنده اتمام حجتی بود که اون پیشوای آزادی در هر لحظه با یاران خود داشت تا اونها رو به مسئولیت خطیری که پیش رو دارند آگاه کنه. همه میدونیم که حسین علیه السلام در هر محلی و در هر منزلی چشمنداز رو برای یاران خودش تصویر میکرد. میگفت که من بیعتم را از شما برداشتم، هر که میخواهد برود. راستی فلسفه این تصفیه درونی چه بود؟ حسین میخواست که صفوف خود را از هرچه تزلزل و تردید پاک کند. کسانی باید به کربلا بیایند که برجستگان تاریخ باشند و این درسی شد برای نسل‌های تاریخ که گر به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش. با سلام به همه بینندگان عزیز، کاروان آزادی رو امروز با نام بانوی بزرگ عاشورا شروع میکنیم. همانطور که قبلا اشاره داشتیم، حضرت زینب از ابتدا علارغم اینکه 4 پسر و 2 دختر داشت، هیچگاه از پدرش و 2 برادرش امام حسن و امام حسین جدا نمیشد. حضرت زینب برای همراه شدن با کاروان حسینی، این مأموریت بزرگی که داوطلبانه انتخاب کرده بود، از همسرش عبدالله ابن جعفر طلاق گرفت. بسیار روشن و واضحه که این طلاق صرفاً برای بودن تمام عیار با راهبرش حسین ابن علی بود. اولین اقدام حضرت زینب بعد از شهادت امام حسین، در واقع کار اصلی حضرت زینب همانا رهبری کاروان کربلا بود. بعد از شهادت امام حسین این رسالت شروع می شود. به محض اینکه آخرین فروغ حیات امام توسط سفلگان قطع می شود، سپاه یزید به فرماندهی ابن سعد برای تاراج و غارت اموال و اسیر گرفتن دختران و بچه ها به خیمگاه هجوم میارند. جانیان صحنه های بسیار وحشتناکی رو میآفرینند برای تعدادی زن و بچه که همه چیز خود را از دست دادند. اما بانوی بزرگ کربلا با جسارت تمام در مقابل این هجوم میستد و با قدرت و عزم و ارادی شگفت در برابر این هجوم و حمله مقاومت میکند. اولین کاری که میکنه، همه رو یک جا جمع میکنه و از پراکنده کردن بچه ها و همه کسانی که باقی موندند ممانعت میکنه. امام زین العابدین رو که به شدت مریض بود و همچنین تمام بچه ها رو که این طرف و اون طرف میدویدند در یک جا جمع کرد و سپاهیان رسید که با سرعت تمام برای غارت اموال فرزندان پیامبر به سوی خیمه ها می رفتند و اونها را آتش می زدند، در برابر این هجوم از اونها محافظت می کرد. شدت جنایت در حدی بود که زنی از طایفه بنی بکر بن وائل که با شوهرش در سپاه عمر سعد بود، چون دید که این لشکر به زنها و خیمه های امام حسین حمله میکنه و غارت میکنه، شمشیر به دست گرفت و برای یاری عترت رسول خدا به سوی خیمه ها اومد. بله، وقتی همه فرزندان رسول خدا به اسارت گرفته شدند، زینب علیها السلام اجازه نداد کسی از اسرا رو جداگانه ببرند و این اولین کار مهم حضرت زینب بود. در اینجا حضرت زینب به خاندان اهل بیت دستور داد همه با هم زنجیر کنند
و اجازه ندهند کسی رو از هم جدا کنند، ضمن اینکه تا میتونند همه با جیغ و داد، که بعدها یکی از سرگردگان لشکر عمر سعد گفت میخواستم برم و گوشواره یکی از این دخترها رو بکنم، اما اونقدر جیغ و داد کردند و مرا دشنام دادند که جرأت نکردم نزدیک بشم. یعنی این شیوهی بود که حضرت زینب برای ممانعت از وحشیگری این دشمن به کار گرفت. به هر حال در چنین حالتی خاندان رسول خدا خواستند که اونها رو از کنار شهدا عبور بدند تا آخرین ادای احترام رو به آنان انجام بدند. حضرت زینب در برابر پیکر مطهر برادرش با صدای بلند فریاد زد: ای محمد، ای جد بزرگوار، که درود فرشتگان همواره بر تو باد، این حسین توست که در خون خود غلطان است و اعضایش از یکدیگر جدا شده است و اینان دختران تو اند که اسیر شدند. زینب کبرا با گفتن اسم حضرت محمد هدفی رو دنبال می کرد و او در همه جا بارها و بارها اسم رسول خدا رو تکرار میکنه. چرا؟ چون هیچ سلاحی بالاتر و برندتر از اسم رسول خدا نبود که حضرت زینب با تکرار اون طوفان میکرد. چرا که اونا که مدعی اسلام بودن باید پاسخ میدادن که چرا در حق فرزندان و راهروان واقعی پیامبرشون این جنایت ها رو مرتکب شدن. آری، این همون سلاحی است که در تمامی مسیر و قصرها رسواگر دجالیت ظالمان بود. از طرف دیگر دشمن سعی داشت که برای پوشوندن جنایت خودش به امام حسین و خاندان او برچسب خارجی، یعنی کسی که از دین خارج شده و حتی بدتر بر دین خروج کرده، چنین برچسبی بزنه تا تحت عنوان مذهب و شریعت، یعنی با پوش دین، بتواند جنایت عظیمی رو که مرتکب شده بپوشونه و وحشت زده خودش رو از عواقب اون در امان نگه داره. وقتی که حضرت زینب در همه جا اسم رسول خدا و فرزندان رسول خدا رو می برد، تمامی دستگاه ساخت پرداخت دشمن رو در هم فرو می ریخت. کاروان وارد کوه شد. انبوه جمعیت در شهر گرد هم آمده بودند و تماشاگر زنان خاندان پیامبر بودند که به نزد عبیدالله ابن زیاد حاکم جبار کوفه برده می شدند. زنان کوفه ناگهان حضرت زینب رو شناختند و شروع به گریه کردند. به دنبال اون برخی مردان نیز می گریستند. حضرت زینب برای تکون دادن وجدان آنها و برای اینکه اونها رو در مقابل وظیفه‌شون قرار بده، با تیزترین کلمات زبان به سخن گشود: ای اهل کوفه، بسیار بگریید و کمتر بخندید. این ننگ شما هرگز شسته نخواهد شد. چگونه ننگ کشتن نواده پیامبر را خواهید شست؟ جنایت بزرگی مرتکب شدید و ظلم و ستم عظیمی به بزرگی زمین و آسمان نمودید. آیا تعجب می کنید اگر از آسمان خون ببارد؟ و بی تردید عذاب آخرت سختتر و خار کننده تر است و در آن روز شما را یاوری نخواهد بود. شما در عذاب خدا جاودانه خواهید ماند. این سخنان آنچنان مؤثر و تکان دهنده بود که از همونجا دفاع از کاروان حسین شروع شد. از اونجایی که اغلب لباسهای اسرا پاره بود و وسیله‌ای نداشتند، مردم به هر طریق که میتونستند سعی میکردن وسیله لباس رو به آنها برسونند و وقتی هم که دشخیمان لشکر عمر سعد مانع میشدند، از پشت بام‌ها پرت میکردند. به خصوص زنان در این حمایت‌ها بسیار فعال بودند. این قسمت رو اجازه بدید در اینجا به پایان ببریم و ادامه کاروان آزادی رو با اسرای عاشورا، اسرای پیروزمند عاشورا، در برنامه بعد ادامه بدیم.
خدا نگهدار همگی شما. تاریخ رو همیشه سرداران و بزرگانی ترسیم کردند که در شبترین شبهای تاریخ مشعلهای فروزانی از ارزشهای بشری روشن کردند. بعد از اون رهپویان و تودههای فداکار به میدان آمدند. در حماسه عاشورا هم اونها که همراه قافله حسین رفتند در قلب تاریخ ثبت شدند، گویی که میدانستند که قرار است ستاره‌های تابناکی در آسمان رهایی باشند. به همین خاطر می‌بایست برجسته‌ترین و خالص‌ترین باشند. عبور از این منزل‌ها و گذشتن از این تصفیه درونی به همراه حسین شدن شایسته هر کسی نبود. عباس‌ها را می‌طلبید، حبیب ابن مظاهر را و وهب را. هر کسی شایسته این میدان نبود. به همین خاطر امام در هر منزلی تصفیه می کرد. به این خاطر بود که در عاشورا هیچ لکه تردید و ذره تزلزلی وجود نداشت. و با همین پاک شدنها و تصفیه ها بود که اون حماسه برای همیشه حماسه ای شد که راه نمای نسل های آزاده بود. می جنگم تا پایان، می جنگم تا پایان، می جنگم تا پایان، می جنگم تا پایان، از عشق تو لبریز، می جنگم تا پایان، ای با خشمی آتش خیز، می جنگم تا پایان، ای الگوی رادی، می جنگم تا پایان، ای سردار آزادی، جنگ آور صف در صف، دارم پرچم بر کف، نسلی جان افشانم، رهپوی میدانم، با عشقی حسینی، می جنگم تا پایان، من با آل خمینی، می جنگم تا پایان، با ظلم و استبداد، می جنگم تا پایان، ای سازم ایران آزاد، جنگ آور صف در صف، دارم پرچم بر کف، نسلی جان افشانم، رهپوی میدانم، از عشق تو لبریز، می جنگم تا پایان، ای با خشمی آتش خیز، می جنگم تا پایان، ای الگوی رادی، می جنگم تا پایان، ای سردار آزادی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، 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 مرگ بر اصل ولایت فقیه. تا سوعا روز آخرین انتخاب ها برای قافله حضرت حسین علیه السلام بود، اما یک انتخاب هم در آن سوی میدان نبرد صورت گرفت، انتخاب حر که از جبهه یزید برگشت و به امام حسین پیوست. سلام بر حر و انتخاب او. اما یک انتخاب دیگر هم بود، انتخابی برعکس جریان شرف و آزادگی، که او هم درسی بزرگ برای نسل‌های بشر شد. انتخابی که عمر سعد کرد، انتخاب ماندن در اردوی یزید، همون کاری که بهش خیانت لقب میدیم. میدونید که عمر پسر سعد ابن ابی وقاص از سرداران جنگ های مسلمانان بود، فرزند فاتح ایران، و ابن زیاد وعده حکومت ری رو در قبال کشتن امام حسین به او داده بود. وقتی این مأموریت به او داده شد،
عمر سعد هم انتخاب کرد. انتخاب او مانند انتخاب همه خائنان بود و انتخاب او هم برای تاریخ موند تا خیانت به عنوان پلیدترین و منفورترین پدیده در تاریخ شناخته بشه. در این برگ از کتاب میلاد تو کامل می شود، زیرا بر قامت ادراکت هنوز لکه تردیدی است. میلاد تو کامل می شود زیرا بر قامت ادراکت هنوز لکه تردیدی است، و تردید که نقصان ادراک است نقصی است در میلاد تو. تردید نقصان ادراک است، تردید نقصان ادراک است و نقصی در میلاد انسان، که هر انسان تنها ادراکیست. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. بیاد می آوری که از یک آری زاده شدی، به ندایی که تو را فرا می خواند پاسخی شدی، به ندایی که تو را متولد کرد اینک تو را دوباره می آزماید، اینک تو را دوباره می آزماید، می خواهد کاملت کند. قامت عاریت آیا از ضربه های حراسی تزلزلی دارد؟ قامت عاریت آیا از ضربه های حراسی تزلزلی دارد؟ دستی چراغ می کشد تا شرم از گریز پیش نگیرد، شرم از گریز پیش تو را نگیرد، راه بر تو نبندد. دستی چراغ می کشد. شگفتا مرگ از هر سوی عساکر فراهم می آورد و این سوی زندگی از قافلش می کاهد. مرگ از هر سوی عساکر می آورد و این سوی زندگی از قافلش می کاهد. برو، اینک تو باید حراس را و تردید را که لکه تاریکی است بر بلندای عاریت با دست خیش به زدایی، حراست را و تردیدت را. من ندا در گوشت می پیچد، شمها را کشتم، شمها را کشتم. اگر هنوز زندگی را مرگ می پنداری، جان از هلاک به در بر. این آینه را هیچ غباری نسزد، این آینه را هیچ غباری نسزد. گر اهل سفر نیی ره خیش بگیر، یا پیشتر از مرگ گذر کن از خیش، یا زنده به پیش مقدم مرگ بمیر. یا پیشتر از مرگ گذر کن از خیش، یا زنده به پیش مقدم مرگ بمیر. ننگ سایه مرگ است، ننگ سایه مرگ است،
کافور پاشیده بر لحظه های زندگی. بر ضد ننگ اگر بخروشی تو زنده ای، بر ضد ننگ اگر بخروشی تو زنده ای، حتی اگر که جمله بسوزن بالآر. الموت اولا من رکوب الآر، مرگ بهتر ز زندگی با ننگ، آن نمرگ است بلکه زندگی است. شرم اگر کردی از تحمل ننگ، زنده ای ورنه عین بندگی است. راه حسین علیه السلام، راه آزادگی و انسانیت، راه آزادی و شرف، قافله عشق و انسانیت، قافله بسیار بزرگ بود که در تمام زمین گسترده است. پس در زندگی برای انسان چه چیز ارزشمندتر از این هست که جزو قافله حق باشه و در طرف درست تاریخ بایسته؟ محرم همین انتخاب رو پیش پای همه گذاشته و میذاره. شما رو تا فردا و برنامه ویژمون به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار همه شما. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا. بنگر که شده کربلا میهن خون با، بنگر که شده کرد کربلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرور، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با